پیشتی که ما شما صفحه ورده باز کنیم البته خود ورد از خود یک تعریف چار داره که البته محصول شفامی که توسط ورد ما شما کدام موضوع را کار بگیریم کمپانی البته ورد یکی از پروگرامای ورد یکی از پروگرامای حافظ می باشد که توسط کمپانی مایکروسافت ساخته شده توسط این پروگرام می توانیم ما شما انواع نامه ها یاداشت ها صفحه اینترنتی و صفحه غیر اینترنتی را دیزاین و ترتیب نماییم. طریقه باز کردنش به اشکال زیاد هست که با کدام شکل ما شما بازش میکنیم یک چند طریقه شبت کار میکنم. در اول برو مستقیم بالای استقامت سرچ در سرچ نوشک WINWORD زمان که انتر میکنیم و ما شما ساکی ورد چی میشه دیم وقت رن میشه باز میشه. طریقه دومی در وقت استارت مینو باز از سرچ مراجعه میکنیم نوشه میکنیم که البته CMD CMD خودش یکی از صفحات داز ما نامیده ای خواه در صفحه داز زمان که داخل شدی نوشه میکنی که استارت زمان که من استارت نوشته کردم فاصله برش بطه WINWORD زمان که انتر میکنی و شما چی باز میشه پروگرام آورد باش ما باز میشه. طریقه دیگه اگر خواسته باشیم باز کنیم در موقع استارت مینو راست کلیک میکنیم بالای تول بارس با نام آدرس داریم آدرس از این موقع باز میکنیم نوشه میکنیم WINWORD زمان که انتر میکنیم و شما چی باز میشه پروگرام آورد باز میشه. طریقه دیگه اگر خواسته باشیم باز کنیم وقت بخش تکس منیجر زمان تکس منیجر را باز میکنیم در وقت تکس منیجر فایل میریم در ران میری از این موقع در ران نوشه میکنیم WINWORD زمان که انتر میکنیم و شما چی باز میشه پروگرام آورد باز میشه. طریقه دیگه اگر خواسته باشیم باز کنیم موقع استارت مینو در این موقع قرار میگیری بالای حال پروگرام میری مایکروس حافظ داریم ما شما فقط بالای حافظ کلیک میکنیم اتوماتیک خود ورد چی میشه با تو رن میشه دوباره باز میشه. طریقه آخرش بعد کار میکنه که البته شارکت کیبورد هر زمانی که من شارکت افشار بگیرم حقیقتا افشار بتون باید خود ورد باید با ما باز شود. چطور شارکت میتید از استارت مینو برو حافظ بالای خود ورد راست کلیک کو در موقع پراپاتیس بیا موقع پراپاتیس زمان مراجعه کنی یس در موقع استراکی کلسر میگذاری که بنام کنترل که بنام آل اونو بند خواب خود دست که از ای تو زید کتا مروف باش تاین میسازی خود تاین میساز سانا باش ایمه میتون فرق نمیکنه خب اپلای میگی دوباره اوکی میگینی حال هر زمان خواسته باشه ورد آواز کنی اینجا نرو که مثلا دیگه وقت نشه کنده و این دور آردینه فقط ازم کنترل آل تفشار میگیر اونو فکر مثال تاین باش کردی ایمه فشار بده خود ورد دوباره بده چنش اینجا باز میشه پس و طریقه اگر خواستی پس تغییر بده میتونی پس موقع فرمولش همشان تغییر بده باز موقع حال پروگرام میده موقع باش حافه راست کلیک بکنید موقع پراپتیز استرایکی کنترل آل پیس باش تاین میکنید دوباره از این موقع اوکی میکنید ما زمان خواستیم باز کنیم مثل فشار بده باز میشه. طریقه کلوز کردن است بسیار شکل است از خود صفحه ورد یکی از این موقع کلوز میکنید یکی از موقع بخش فایل از فایل میره میگه اگزیت میکنید شدی موقع اگزیت چه باید یکی از موقعیت اگر خواسته باشی کلوز کنی از کیبورد که کلوزش میکنی آلت افشار میگیری فشار افشار میده اتوماتیک خودش میکنی اینجا کلوز میکنه این طریقه باز کردن و طریقه کلوز کردن و به این شکل دوباره تانستیم که باز کنیم دوباره رو کلوز کنیم بشه بگو در اسم کلوز کنیم در اینجا می داشته باشیم مثال به دست خواست کردیم بعدی دوباره پس رن میگیم اینال در موضوع کلوز کردن بسته کردنش ما شما فهمید که مثلا شما باز میکنیم شما کلوز میکنیم حالا تعریف خود از خود یک کور تعریف باز دار از خود نه یکی خارج از موضوع تعریف کردن کدام کار انجام میده که داخل مینوهای از خود یک اسم داره البته در اول جمع شما که این موقع وجود داره در موقع به نام کپشن بار یاد میکنن کپشن بار چهار دارای چهار کامنت داره البته کلوز است مینیمایز است ماکسیمایز است هلپ است کلوز سفر را بسته میکنه مینیمایز سفر خود میکنه ماکسیمایز سفر تاسک بار میندازه و هلپ یک کمکی است که درباره ملاقات خود ورد به معلومات میتونه ارائه کنه و اینی موقع که نشد داکومنت نوند از این استقامت تا این استقامتی به نام چی یاد میشه به نام تایتل بار یاد میشه اینی موقع به نام چی یاد میشه به نام اکسس تول بار یاد میشه که موقع شارکت های است در صفحه ماندگی است میتونیم که آفش کنیم میتونیم آنش کنیم که نیزی موقع میتونیم زمان اگر ما مثال من اینجا نشد این سیو نه اگر خواستا در موقع اکسس تول بار سیو وجود نداشته باشه زمان که ما یه غیر فعال کنم در این موقع وجود نداره نه اگر خواستیم پس دوباره ظاهر شود کلیک میکنید پس ظاهر میشه اینی موقع یک بنام فایل است در ورد 2007 که است یا 3 که است سابق بنام حافظ وطن یاد میشد حالا بنام فایل در شدی یعنی حافظ وطن در جایش پس کرد در جای چی رو اینجا فایل اوت مثال و اینی موقع که ما شما وجود داری بنام مینو ها یاد میشه که میتونه هر مینو رو واسه میکنیم ما شما کامنت ها میتونیم این بنام چی یاد میشه بنام مینو و اینی موقع که اینجا وجود داره سابقا در اولی بنام استادیز برات میشد کال به نام ریبون یاد میشه که این تغییر در بین آپشن هایش وجود آمد دیدنی
استادیز بول زمان کار میشه که به این شکل ما شما در مینوها کار میکنیم این بنام استادیز بول هست نه پس هم به صفحه ویندوزی بوداله حالا که در این شکل ماندگی هست یا بنام چیات میشه؟ بنام ریبون یاد میشه که موقع بنام ریبون یاد میکنیم و اینی موقع تک ما شما سعی میکنیم که خودش بنام رولر هست که یک خطکش هست که میتونیم ما شما تکس هم موقع خاص باش میتونیم خالا شکل لندسکیپ و شکل پورتریت هست میتونیم که شکل لندسکیپ پورتریت هم از خطکش استفاده کنیم البته و اینی موقع که ما شما میبینیم بنام سکرول بار هست سفرات ما بالا انتقال میتیم و اینی موقع بنام زوم بار هست که ما شما میتونیم از این موقع سفر زوم سمارت کنیم شنه این استقامت در بنام ویو شارکت یاد میکنه که شارکت های در این مارکت ویو همچنان وجود داره میتونه از این مارکت این کار بگیریم میدونی که از اون مارکت دوباره استفاده کنیم فرق نمیکنه و این مارکت یک مثال بنام انفارمیشن بارد میشه که یعنی معلومات پرت میده که چلا قد چقل وقات گرفته و چقل معلومات گرفته نیم اینی موضوع در بخش چی بود نجا؟ تعریف داخل خود ورکت خود یک تعریف داشت باتا کپشن بار است، تایتل بار است، مینو بار است، ریبورن است، اکسس تو بار است، فایل است، رولر است، سکرول بار است، زوم بار است، ویو شارکت است و این فارمیشن ما میده اینا در مارکت خود تکس اگر ما شما نشته کنیم که یک چیز داره است یک کود داره که ما کنتر میکنم ما شما تکس میتنیم اینا این تکس فقط موضوع از این نیست که ما شما از استفاده کنیم و این رو پرینت کنیم این چیزی است که مثلا معلومات برات میده تو باید از مینوها چی باید کار کنی تو فکر کنی این ورقه مونده میره خود تایپ کنی دوباره میتونی از مینوها استفاده کنی تا زمان تکس نباشه مینو خود تو کار نمیکنه چیزا تا زمانی که در صفحه نوشته نباشه خب اینا کار گرفته نمیتونی نه اینی طریقه تکس اضافه کردن از این به دو شکل است مثلا ما میخوایم از این تکس ما 1000 صفحه یا مثلا 50 صفحه باید داشته باشم نه چه رقم مثلا نوشته میکنی مساویرن قوس باز این مارکت در وسط قوس باز قوس بسته ما شما عدد میخوایم بتیم یعنی چه قدر زرد داشته باشیم میتونیم 200 بگیریم صحیح قوس بسته میگین تر میکنیم حالا ما شما سعی میکنین تعداد در صفحه ما 22 صفحه شد این ما قبل بیزی دفعه ما شما تانیستم تکس اضافه بسازیم این یک طریقهش طریقه دومش اگر خواسته باشیم تکس اضافه بسازیم و از کیبورد ما شما چی کار رو میکنیم کنترل افشار میگیری اول ای رو پرس میکنی بعدا سی رو پرس میکنی وی رو فشار بی خودش کاپی کنم ایده برد این هم طریقه شارکتی که خواسته باشیم ما شما ایده کاپی بکنیم در نگاه تعریف چی مانا میده مثلا کنترل ای سلیکت آل سی سی وی پیست شکل نه متوجه شدی؟ از نگاه این چیز مثلا ما باید دو شکل تانیستیم تکست در خود صفحه خواب باید اضافه کنیم یا حضور بسکاده میشه که از این مارکت ما شما تانی اضافه تانیستیم این حال میرین سر موضوع بعدی که ما شما فاوینیم تکست اضافه بتانیم طریقه دیگه چه قسم است خب؟ در موقع تایتل بار خودش از نگاه اگر تعریف کنیم معنای زیر میده هر زمان اگر با فایل ثبت کمتر میکنیم اون خودش به خود میگیره هر عنوانی که باشه مثلا نه در این موقع فعلا نشه داکومنت نوار با مثبت یک منو شما میگیریم مثلا کابل اول انتر رو طرف کنید یک موضوع رو ما در این موقع داش میکنم اینجا نشست فعلا داکومنت نوار در پایین نشست کابل نشست تا زمانی که فایل ثبت کمتر نکنیم اینجا عنوان تغییر نمیکنه بالا باید سیف شود چون تایتل تغییر کنه وظیفه تایتل همی است هر زمانی که ما شما فایل ثبت کمتر میکنیم عنوان خودش به خود ثبت میکنه توجه شدیم اینا هم در موقع بخش فایل در این موقع بالای سیو میریم با مثبت که مثلا در موقع دسکتاپ انتخاب میکنیم موقع شد که ما سیو بگیریمش اونجا در بالا تایتل خودش تغییر کرد توجه شدیم تایتل خودش تغییر کرد یعنی به نام کابل فایل ثبت شد اینی وظیفه تایتل بار است هر زمانی که فایل ثبت کمتر میکنیم آبیا سوالات میگیره خب فهمید موضوع بخش تایتل باره این وظیفه بخش چیست اینجا؟ تایتل بار است حالا زمانی که تعریف داخل خود موضوعش کل تشریح شد در فایل می در فایل ما شما در حال جمع شما سیو داریم حتما شاید به کسی به تشریح کشه که تفاوت فرق بین سیو و وظیفه چی است؟ سیو 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 دو چندی نام اینه سگ نمیشته امی از نگاهی زی مثلا پیش میکنم ما انتخاب بتیم سیف من نام مثال اینا رو بعد اولی کار رو میکنم نه که تفاوت فرق بین سیف سیف از چی هست مثلا نام همه چی کنم چنین نامی هم اصاب کنم متوجه شدی؟ امی فایل بنام کابل سفت هست اینجا صحیح هست؟ این سیف شد سیف یکانه کار رو میکنم بگو یک موضوع رو در سفت کمتر دادم به کمتر آن میکنم متوجه شدی؟ امی رو مباز میکنم صحیح هست؟ من اینا رو چیز داره داشتم که نام ازیر دستی بست تغییر بدم هیچ زرد هم دارم بنام کابل از بان بنام کابل باشه سهیز اینال سیوه از کار میکنه که با تو کار میشه مثلا
همین وان زیر تغییر میدیم به نام جنرال رپورت. صحیح؟ این سیو میگیم. از این وقت ما این سیو گفتیم. این کلوز میکنیم. ما جنرال رپورت سیو کردیم و کد پیش ماند. صحیح؟ تا رپورت به دفتر رو نکرد پیش تو ماندن است. ما خلاص شدم ماه بعدی رسیده پس. در ماه بعدی این استقامت ما کار نداره. میره از این وقت لیت میکنم. سعی کنم فایل قبلی را باز کنیم. یعنی جور کردگی را باز کنیم. صحیح شد؟ این تغییرات آورد و نآوردن دیگه. چون که ما تغییر کردیم رپورت تغییر کنه باید نه؟ زمانی که تغییر کرد این استقامت حتما باید اسمش تغییر بده. چون که ما تغییر کرد کدام ما راستی؟ فبروری. اگر تو بری در موقع استقامت فایل اگر تو این سیو بگی اینجا تو کاری کردی که فایل قبلی دست بین بردی ریپورتش به دفتر رو نکی تا حالا پیش ما نرسیده نه؟ ما یک داشته رفت جای خود اگر خواستا بشه ما یک قبلی از بین نرم دوباره از فایل قبلی یک کافی بخواد بگیرم باید چی میگیره؟ بازی را سیر بست میگیره اینی تفاوت عزیز ما چی کنم مثلا نام و چندین نام ثبت کنم تایی شدی؟ زمانی که رسیر بگیم به نام چی ثبت میکنه میره؟ به نام فبروری ریپورت ما قشب در صاحب انتخاب میکنم دوباره سیر میگیم آیا در ماه قبلی کنم تغییرات آمده این رو باز میکنم؟ نه هیچ تغییر نامده در جای خود است من مگم اینی فایل قبلی از این کافی به خود گرفتم بازی رو سیو از گفتم تفاوت سیو سیو ازی هست که بالای فایل قبلی تغییرات میاری دوباره رو سیو از بگیری نه به وجه نام سر میکنم مطلب گرفتی حاله؟ این حال اینجا با تشریحات آمد نه این حال مثال در این موقعیت ما درایو دی میرم درایو دی مثال میرم در این فایل میرم در این فایل یک سرویس به نام احمد نوید صحیح است؟ این احمد نوید سی تار جور کدگی داره تیار تیار جور کدگی هست پیش منه این حد من زمان که جور کدی اکسا خود دربار گرفته تا کلی مرد دیزاین کرده وقت گرفته من امیر رواز کنم مثلا امیر خمام کار دارم باید باشه صحیح است؟ میان در این موقع چی رو تغییر میتم؟ نامان تغییر میتم یه بیر ما امیر خمام کار دارم این باید در جایش باشه نی؟ این رو تغییر میتم بس خلاص سکر چقدر زود جور میشود تو شاید تو در پای نقدر دخل جور کنی نی؟ اگر پایین برم مثلا در این موقع این یه موقع تغییر در کدام سال مثلا تو درس خانه سیز زمانی که تا آخر تکمیل ساختی ایره ایره از موقع فایل نباید سیف بگی ایره باید چی بگی؟ که از زود دوباره ما بخواد یک کافی میساز این تفاوت فرق بین چی آمد اینجا؟ سیف و سیف از آمد حالا مطلب سیف سیف از گرفتی اینجا نام نام نیست مثلا چنین نام باش کن دوباره میتونیم خلاق چی کنیم اینجا؟ ثبت کمپیوتر بسازیم اینه پس کلوس میگیر پس میدن فایل قبلی خود در این موقع فایل بعدی برام اوپن است اوپن خزنگاه خودش تعریف باز کردن مهم است هر فایلی که ما خواسته باشیم باز کنیم اصلا که اوپن میتونیم رن بسازیمش در تعریف کامپیوتر یه اونم چیزی میکنی خب پیش از اینکه یک عمل کار میکنی زمانی که تو در مثال تشریح میگی مثلا یک نفر میگه اوپن فقط کار میکنه که از این موقع میاد یک فایل باز میکنه این نه اینا پیش از کار کنی یک تعریف برش بگو هر زمان اگر خواسته باشی این فایلی که قبلا در کامپیوتر ما ثبت باشه مثلا که اوپن بازش میکنی برو بالاش عملی کن برش کار بساز اینجا هم تشریح برش کردی نفر واضح فهمید که وقت دمی آدم کارم کرده وقت تجربه کاری داره اگر تو بگو مثال سیف اوپن والا اک آه تو کارو میکنم باش نبیرون از جای سیف باز کنم سکت افوت فرق بین درس خواندن یک محصل و تعریف کردن یک محصل به یک جواب دادن یک نفر چه قسم است نه؟ اگر مثال به این شکل تعریف کنی مثلا اوپن کار میکنه اگر خواسته باش مثلا میرن در اینجا کدام فایل در قبلا اگر دیده باشم سب کده باشم میتونی باز کنم صحیح کنم معلوم میشه که حالا یه واقعیت دیگه کد از کدوم بخوام از کجا اومده اگر مثال تو از من امیال امتحان بگیرنی مثال شگیسی میرین در فایل مثال برابر بشه بالای اوپن پیش از اینکه کار کنم برات میگم هر زمان اگر خواسته باشیم یک فایلی که قبلا در کامپیوتر ثبت کرده باشیم مثلا یک اوپن بازش میکنیم رن میکنیم میرین بالاش عملی برش کار میکنیم این حال در موقع درس ما شاگرد باید از تب تادا باید پیش پیش ببرمش نه که مثلا تو مرا میگی مثلا مینور یادارم ی چی کارو میکنن تو بگه سلام یک تعریف خودت کو خی این باز معنای زین نمیده که تو کلم در خوندی این معنای زین نمیده که تو روز گم کردی اینجا تاجی شدی اینا تو با زمان خیر یک مثال یاداری مشکل دی نیست این با تو مرور میشه و تو تکرار میش امکان داره چیزی که تو مثلا تو یادش باشی چیزی که ما بهت میگم گوره نو بشنوی یه کزی پاس یک جای میگی دیگه چیزی دیگه میشه باز تاجی شدی نه مثلا دوباره مثلا ما یاد دارم امکان داره چیزی که تو یاد داشته باشی ما رو با برعکس با تو یک تشریح دیگه کنم چیزی که یاد رو دکل زمین مونه چیزی که ما با تو تشریح میکنیم اون در فایل ثبت اینجا ثبت میشه دیگه ما توجه اضافه میشه مثلا بازور در اردوش مقایسه که آیا ما قبلا چی میفهمیدم و آل تشریح ساز به ما کرد کدامش به این تفاوت چقدر اجازه داره سابقه سایی که خب
فهمیدی؟ اوپن فقط موضوع کار میکنه، حرف ولی که ما شما ساعتی کمتر میکنه اونا خود خود ساعت میکنه. و کلوز فقط موضوعی است در صفحه ورد دو رقم کلوز داریم نه؟ یکی از این موقع کلوز داشتیم چی تفاوت از هم داره؟ یکی او یکی او است. کلوز یکی است مکمل صفحه ورد کلوز میکنه، و یکی است فقط صفحه در صفحه باز است کلوز میکنه، نه مکمل پروگرام. زمان ما این انتخاب میکنه آل فقط کار شده که صفحه ورد باز است، فقط صفحه در صفحه وجود داشته باشه، این کلوز شده شیطوره اوتوماتیک کلوز. اگر خواستی پس باز کنی پس این وقت اونم قابل است بازش میکنی. اینی موضوع دیگه مثلا ما شما در وقت در چیکار میجا امروز ما وقت بخش کلوز ما شما در اسمان ان شاء الله راضی شدی. اگه به این شکل تو مثلا دقیقه در صفحه پیش بری ای بازتن وقت میتونی در پاسیره